به بحث چهارم و آخر توکنومیک بپردازیم یعنی توکن ولوسیتی توکن ولوسیتی تلفظ میشه شتاب یک توکن ترجمه لغویش میشه شتاب یک توکن یا توکن ولوسیتی چیه شتاب یک توکن از تقسیم تعداد کل تراکنش ها یه یک ارز ها... یک ارز دیجیتال بر روی حجم متوسط مارکتون حجم مارکتش دیگه پس شتاب یک توکن چجوری به دست میاد الان که به این که شتاب توکن چیه میپردازم چون یکم ممکنه پیچیده باشه اول اینو داشته باشین. شتاب یک توکن چجوری به دست میاد از تقسیم کل تراکنشون ارز دیجیتال بر حجم مارکتش شتاب یک توکن به دست میاد این از این بدین وسیله هر رمزرزی که شتابی مثبت داشته باشه یا برور به مرور زمان با اندازهگیری در فواصل روزانه، ماهانه و سالانه این معیار در حال افزایش باشه میتونیم بگیم که آینده بسیار خوبی داره از لحاظ یوتیلیتی کاربردی بودن به طور کلی ارز بد و ترون از لحاظ شتاب یک تو ولوسیتی معیار خوبی دارن و از اتریوم هم حتی جلوتر است ولی این جایگاه به راحتی به دست نیومده نتیجه ماها تلاش بوده بنابراین هدف شناسایی رمز ارزهای با حجم مارکت کم و شتاب بالا جهت سرمایه گذاری در اونها به صورت بلند مدت به طور کلی بخوام توکن ولوسیتی رو براتون ساده و خلاصه بگم توکن ولوسیتی نشون دهنده سلامت شبکه یک ارز دیجیتال و رو رشد بودن اونه ببینیم گفتیم در ارزهای ماینبل سختی استخراجشون دهنده سلامتیه در ارزهای غیر قابل استخراج که اکثرا هم همین جوریان هم جم ها توکن ولوسیتی نشون سلامت و روبروش بودن شبکه و نرز دیجیتال اگر با محاسبه توکن ولوسیتی در مقیاس های مثلا روزانه یا ماهانه شتاب به اندازه کافی خوب نبود به این معنی است که این ارز در حال بیکار برد شدن هست و به درد سرمایه گذاری بلند مدت نمیخوره وقتی میگم شتاب خوب نبود یعنی هرچی میگذره اگر ولاسیتی کمتر نشد به این معنا هست که به درد سرمایه گذاری بلند مدت نمیخوره بالعکس اون زمانی است که شتاب مثبته و این نشون میده که شبکی اون ارز در حال رشد به صورت کلی ولوسیتی بخوام بهتون بگم چیه سرعت گردش پول در اقتصاد یا شبکه یک ارز دیجیتال رو اندازه گیری میکنه اگر کامل هنوز نفهمیدید که این ولوسیتی چیه بذارید من یک مثال عینی براتون بزنم تا این مثال رو گوش نکنین میدونم که نمیفهم ببینید من یه صفحه خالی ایجاد بکنم که روی اون بهتون توضیح بدم خب ببینین توکن ولوسیتی مثال عینی فرض کنین آقا اسنپ میاد میگه چی من میخوام ارز دیجیتال خودم رو بدم اسنپ یه پی داره یا دو پی نمیدونم مثلا ما یه پی میزه. به نام اسنپ کوین من میخوام ارز دیجیتال خودم رو بدم به نام اسنپ کوین درسته حالا اینجا رو داشته باشیم اسنپ میاد ارز دیجیتال خودش رو میده میگه آقا شما وقتی سوار اسنپ میشید باید دیگه پرداختاتون با اسنپ باشه درست شد حالا ما فرض میکنیم ببینید این ماشین اسنپ ماست این ماشین اسنپ ماست رانندگی چیز نقاشیم افتضاحه میدونم این ماشین اسنپ ماست اسمشو میذاریم A این یه ماشین دیگه است اسمشو میذاریم B روز شد در ماشین A ببینید هزینه ما میگیم میانگین میانگین هزینه ای که مسافر باید پرداخت کنه این کاندیشن شرایط رو دقت کنید میانگین هزینه ای که مسافر باید به استاپ پرداخت کنه ما میگیم آقا چقدر ده دلار مثال میزنیم ده دلار بعد ارزم به حضورتون که قیمت هر استاپ کوین چقدر یک دهم دلاره پس یک مسافر برای پرداخت قیمت اسنپش به شکل میانگین باید 100 تا اسنپ کوین بپردازه درست شد خب این تا اینجا حالا نکته بعدی چیه؟ پس هر مسافر به شکل میانگین برای سفرش باید صد تا اسنپ کوین بخره بپرداز درست شد تا اینجا خب حالا ما میگیم که تو گروه A طول سفر چقدره؟ ده دقیقه است توی کاندیشن اینا شرایط هاست که نوشتم اینجا این هم اضافه میکنیم که مدت زمانی که مسافر بعد از دریافت این اسنپ کوین ها اونو نقد کنه چقدر طول میکشه میگیم دو دقیقه طول میکشه نقد راننده زمان اینکه آقا راننده سطح اسنپ کوین از مسافر گرفت حالا میخواد نقدش کنه چقدر طول میکشه تا نقد کنه میگیم دو دقیقه در گروه A طول سفر چقدر ده دقیقه است راننده هم دو دقیقه طول میکشه نقد کنه پولش رو میشه دوازده دقیقه حالا ببینین در گروه A ما میگیم آقا راستی یک کاندیشن دیگه به شرایط اضافه کنیم اسنپ ما الان چقدر کارآور داره برای مثال پومسد کار برای اسنف ما 500 تا خب حالا 500 تا کاربر باید روی هم چقدر اسنپ کوین بپردازن 50 هزار تا درسته هر کدوم 100 اسنپ کوین باید بپردازن 500 تا 100 تا میشه 50 هزار تا روی هم این 500 تا کاربر باید 50 هزار تا اسنپ کوین بخرن که بپردازن به راننده تا اینجا درست 5 هزار باید بخرن به پردازن حالا گفتیم آقا طول سفر ده دقیقه است رانندن دو دقیقه طول میکشه تا پولشو رو بیاد باز نقد کنه یعنی باز بفروشه سب رو به پول رایج مملکت تبدیل کنه روی هم خرید انتقال و فروش این پنجه هزار تا دوازده دقیقه به شکل میانگین ما مثال میزنیم که طول میکشه درست شد دوازده دقیقه در گروه بی چی؟ در گروه بی آقا طول سفر سیزده دقیقه است دو دقیقه هم طول میکشه که مسافر پو... راننده پولش رو نقد کنه میشه پومزده دقیقه طول سفر در گروه بی پومزده دقیقه است ای بابا پوم زده باز. حالا بیایم این دو تا گروه رو با هم بررسی کنیم گروه A و گروه B در گروه A ای آقا این 500 تا کار ما میان 50 هزار تا میخرن میدن به می مسافر بعد از ببینین یه نکته اینجا تو زن اومد سری بگم ببینین الان شما باید حدس بزنین در گروه بی این کاندیشن هم اضافه کنین که کاربران ما رو ما میکنیم هزار تا <clears> کاربران <throat> اسنپ ما در گروه بی هزار تا درست شد بنابراین شما احتمالاً حد زدید که آقا تو گروه A کاربران ما 500 تاست تا تو گروه B کاربران ما 1000 تاست پس احتمالاً تقاضایی که اسنپ کوین رو میخرن دو برابر میشه دیگه یعنی 1500 تا تقاضا تقاضای تقاضای اسنپ کن تو این دو گروه با هم جمع کنیم میشه 1500 تا 1500 تا کاربر داریم که 50000 تا این 500 تا میخوان این 1000 تا هم 100000 تا میخوان 150000 تا اسناب کنیم درست شد حالا میخوام اینو بهتون بگم ببینین در سفر اول ما آقا اسنفیه میاد میشینه تو ماشین اسنپ کوینش رو میده به راننده راننده سفر رو میره نقد میکنه پنج هزار تا خریده شده توسط این 500 تا این 500 تا بعد از دوازده دقیقه نقد کردن یعنی دوباره این پنجاه هزار تایی که خریده شد توسط راننده فروخته شد و وارد دوباره چرخه ارزهای رایج شد پنجه هزار تا خریده شد و بعد از دوازد دقیقه پنجه هزار تا فروخته شد تو گروه B 100 هزار تا خریده میشه بعد از 15 دقیقه 5 هزار تا فروخته میشه دیگه درسته 100 هزار تا خریده میشه توسط این هزار تا اما طول سفر 15 دقیقه است حالا این نکته رو بهتون بگم ما گفتیم چی آقا باید باید۵ هزار تا تقاضا برای استاب کوین ما ایجاد شه دیگه با توجه به گروه ای و گروه بی حالا نقطهش همینجاست اگر این دوازده دقیقه ما میشد پونزده دقیقه یا شونزده دقیقه میتونه صد و پنجاه هزار تا تقاضا ایجاد کنه اما چون دوازده دقیقه است نه چرا چون بعد از دوازده دقیقه این پنجاه هزار تایی که خریده شد دوباره فروخته شد بعد از 15 دقیقه حالا یه گروه جدید اومدن خریدن بعد از 15 دقیقه فروختن درست شد اما اگه گروه A هم بعد از 15 دقیقه موجودی خودشون رو میفروختن اون موقع 150 هزار تا تقاضا ایجاد میشد اما 50 هزار تا بعد از 12 دقیقه پرید پس تقاضای کلی ما برای این ارز شد 100 هزار تا متوجه شدین چی شد یه بار دیگه توضیح میدم خلاصه شد در گروه A 50 هزار تا خریده مگه نشد تو گروه B گروه B هم همزمان با گروه A را افتادن درست شد در گروه B 100 هزار تا خریده شد پس روی هم باید 150 هزار تا تقاضا برای اسنپ کوین ایجاد بشه دیگه درست یا یعنی نه خب تا اینجا درست حالا اما چون گروه A بعد از 12 دقیقه راننده ها اومدن 50 هزار تای خودشونو فروختن تقریبا این 50 هزار تا نیست شد دیگه اما گروه دوم 100 هزار تا رو بعد از 15 دقیقه فروختن یعنی 3 دقیقه بعد از گروه A پس کل تقاضایی که ایجاد شد 100 هزار تا است 50 هزار تایی که خریدن از همون 50 هزار تای گروه قبل دیگه گروه قبل 50 هزار تا خرید تو این 12 دقیقه اومد نقدش کرد گروه دوم 100 هزار تا می‌خواست 50 هزار قبلی خرید همونایی که نقد کرده بودن 5000 تا هم جدید خرید شد 100000 تا پس کل تقاضایی که برای اسنپ کوین ما ایجاد شد 150000 نبود پن... اه... کل تقاضای جدیدی که ایجاد شد بعد از این 5000 تا 100000 نبود 5000 تا بود چون این 5000 تا رفت نقد شد دوباره این اومد همین 5000 رو خرید اما اگر این دوازده دقیقه پوم دقیقه بود چی؟ اون موقع 150 هزار تا ایجاد میشد چرا؟ چون قبل از این تو گردش نمی رفت دیگه قبل از این فروخته نمیشد قبل از گروه بی و تو گردش نمیرفت بنابراین میتونستیم بگیم که 150 هزار تا برای اسنپ کوین تقاضا ایجاد شده بنابراین حالا نکتر اینجا رو داشته باشین دقت کنین بنابراین هرچی زمان نقد شدن اسنپ کوین ها توسط راننده بیشتر طول بکشه چی میشه پول بیشتر توی اسنپ کوین میمونه در شبکه میماند پول بیشتر در شبکه میمونه اما هرچی این زمان کمتر بشه پول کمتر در شبکه میمونه چه شبکه ای شبکه با ارزشتری شبکه ای که پول در اون بیشتر بمونه سری نقد نشه به همین دلیل میگیم که آقا شتاب یا سرعت ما باید کم بشه حالا اینجا رو ببینید نوشته بودم هرچی شتاب یا سرعت ما کمتر بشه شبکه با ارزش داره هرچی شتاب یا سرعت ما بیشتر بشه شبکه بی ارزش داره ببینید هرچی شتاب یا سرعت نقد شدن بیشتر باشه ببخشید سرعت نقص شدن کمتر باشه شبکه با ارزش چرا چون پول بیشتر تو شبکه میمونه بالعکسش در گروه B هر چی پول بیشتر در تو شبکه بمونه پول کمتر تو شبکه بمونه بیشتر ببخشید شتاب بیشتر باشه یعنی سرعت نقش شدن پول توسط راننده سرعت نقش شدن پول سرعت نقش شدن پول ای بابا سرعت نقش شدن پول هرچی بیشتر باشه شبکه بیارزشتره چرا؟ چون پول در گردش نمیمونه پول سرعت مدت زمان کمتری در اون ارز دیجیتال میمونه سری نقد میشه اما هرچی این سرعت نقد شدن پول بیشتر طول بکشه پول بیشتر تو شبکه اون ارز دیجیتال میمونه و شبکه با ارزش به این میگن تو کل ال... ولوسیتی بنابراین هرچی توکن کن یک ارز دیجیتال با گذر زمان کمتر بشه